در حالی که بسیاری از کشورهای جهان نگاه خود را معطوف به لیبی و روند وقایع این کشور پس از تصویب تازه‌ترین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی و احتمال حمله برخی کشورهای غربی در حمایت از مخالفان این کشور کردند، نماینده دولت مستقر در سازمان ملل با اعلام موضعی مبهم و انتقادی در این باره به سیاست کم اهمیت جلوه دادن موضوع سرنگونی دیکتاتور لیبی دامن زده و این در حالی است که مقامات کشورمان بارها از جنبش‌های مردمی جاری در کشورهای منطقه استقبال و اعلام حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها چند ساعت پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت لیبی، وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد که معمر قذافی قطعنامه این شورا را پذیرفته و بلافاصله آتش‌بس میان حامیان دولت و مخالفان را اجرا خواهد کرد. از ابتدای قیام مردمی در لیبی علیه دیکتاتوری حاکم، قذافی با تکیه بر قدرت نظامی و نیروهای مزدور لباس شخصی به سیاست سرکوب روی آورد که تاکنون هزاران نفر در این کشور کشته و مجروح شدند و این رخداد باعث موضع‌گیری نهادهای بین‌المللی در محکومیت سرکوب‌های انجام شده توسط قذافی و ورود شورای امنیت برای جلوگیری از کشتار بیشتر شهروندان لیبیایی شد. موافقان تازه‌ترین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تصویب کردند به هر اقدامی که جان شهروندان و غیر نظامیان در لیبی را حفظ کند دست خواهند زد. همچنین فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، دانمارک و برخی از کشورهای اروپایی نیز اعلام کردند که نیروهای نظامی خود را به حالت آماده باش درآوردند تا در صورت لزوم در حمایت از مردم و غیر نظامیان لیبی به این کشور حمله کنند. به تازگی محمود احمدی نژاد، رئیس دولت مستقر، در مصاحبه‌ای که با تلویزیون دولتی اسپانیا داشت، اقدام معمر قذافی رهبر لیبی در سرکوب مخالفان خود با توسل به نیروی نظامی را محکوم کرد. وی طی هفته‌های اخیر بدون اشاره به سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات در کشورمان، خواستار توقف کشتار و سرکوب معترضان در کشورهای منطقه شده بود. او در این مصاحبه ادعا کرد که دولت هرگز مخالفان سیاسی را سرکوب نکرده است و خود هفته 4 ساعت در خیابان‌ها با مردم گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون اسپانیا در مورد سرکوب معترضان در ایران گفت: هرگز ما هیچ وقت این کار را نکردیم. در 30 سال گذشته 30 انتخابات آزاد داشته‌ایم. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد بی‌خبری از وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالف دولت، گفت: مگر شما باید بدانید؟ مگر شما وکیل مدافع آنها هستید؟ احمدی نژاد گفت که در همه کشورها مخالف وجود دارد، اما قانون هم وجود دارد و مخالفان نمیتوانند قانون شکنی کنند. رئیس دولت مستقر خطاب به خبرنگار اسپانیایی گفت: آیا شما در اسپانیا به مخالفان و تجزیه طلبها اجازه میدهید که ساختمانهای دولتی و اموال عمومی را آتش بزنند یا مردم را در خیابانها کتک بزنند؟ به این سوال خبرنگار اسپانیایی را که آیا همه مخالفان در ایران چنین کارهایی کردند، بی پاسخ گذاشت و به سخنان خود ادامه داد. اما خبرنگار دوباره پرسید: آیا این دو رهبری که من اسم بردم ساختمان آتش زدند؟ احمدی نژاد بدون اشاره به تقلبات و قانون شکنی ها توسط حکومت و آنچه با رهبران جنبش سبز برخورد شده با فرافکنی گفت: آنها قانون را نقض کردند و با آنها برخورد قانونی شده است. محمود احمدی نژاد در ادامه مصاحبه با تلویزیون اسپانیا گفت: بگذارید خیالتان را راحت کنم. این بازی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها علیه دولت‌های مستقل راه انداختند که عده‌ای را به نام دموکراسی علیه آنها تحریک کنند، به پایان رسیده است. دوگانگی مواضع رئیس دولت مستقر درباره برخورد با معترضان داخلی و حمایت از معترضان دیگر کشورهای منطقه در برابر تقلب در انتخابات و دیکتاتورهای حاکم روشن‌تر از آن است که نیاز به شرح داشته باشد. اما این تنها او نیست که از یک چنین مواضع دوگانه‌ای برخوردار است، بلکه این وضعیت شامل تمام نهادها و مقامات حاکم در کشور ما می شود. به گونه ای که روز چهارشنبه 257 نماینده مجلس شورای اسلامی طی بیانیه این با انتقاد از حاکمان بحرین و دیگر کشورهای عربی از آنچه که رویکرد نفاق و دروغگویی مدعیان حقوق بشر و دموکراسی خواندند ابراز انزجار کردند.
نمایندگان مجلس در بیانیه خود آوردند، امروز بر همگان روشن شده است که ملت‌های به پا خواسته در بحرین، لیبی و یمن تا سرنگونی حکام نامشروع خود از پا نخواهند نشست. با وجود آنکه نهادها و مقامات حاکم در کشورمان همواره سعی بر الغای این موضوع دارند که جنبش‌های به پا خواسته مردمی در کشورهای لیبی، بحرین و دیگر کشورهای منطقه در اعتراض به حکام دیکتاتور از انقلاب اسلامی سال 57 در ایران الهام گرفتند، اما شیوه اعتراضی عاری از خشونت معترضان و میل به دموکراسی خواهی و مطالبه حق تعیین سرنوشت به دست خیش، این مفهوم را میرساند که خیزش‌های اخیر مردم در این کشورها بیشتر با جنبش اعتراضی مردم کشورمان در 2 سال گذشته موسوم به جنبش سبز هم نوایی دارد و همین امر شرایط دشواری را برای مقامات حاکم در کشورمان رقم زده که آن را می توان در اعلام مواضع و عمل دوگانه آنان در برخورد با معترضان داخلی و دیگر کشورها دید. امید ابراهیمی، رسانه سبز ایران.